دادگاه جنایی عراق حکم اعدام همسر ابوبکر البغدادی را به جرم همکاری با گروه سنی‌های تندروی داعش و بازداشت زنان ایزدی در خانه اش صادر کرد. در ادامه به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده توجه فرمایید. دستگاه قضایی عراق اعلام کرد همسر ابوبکر بغدادی رهبر پیشین گروه سنی‌های تندروی داعش را به اعدام محکوم کرده است. 5 سال پس از بازداشت اسما فوزی محمد الکبیسی در ترکیه و انتقال او به عراق، روز چهارشنبه 10 جولای حکم اعدام همسر ابوبکر بغدادی، سرکرده سابق گروه سنی‌های تندروی داعش به اتهام همکاری با این گروه صادر شد. دستگاه قضایی عراق تأکید کرده که این زن اکنون در بازداشت دولت عراق است. اسما فوزی محمد الکبیسی 48 ساله ملقب به ام حذیفه، اولین همسر ابوبکر بغدادی رهبر گروه داعش است. او در سال 1976 در خانواده ای عراقی به دنیا آمد و در سال 1999 با بغدادی ازدواج کرد. سال 2012 با رهبر داعش در حومه ادلب سوریه و سپس در سال 2014 در شهر رقه سوریه زندگی می کرد که آن زمان پایگاه اصلی داعش در سوریه بود. همسر ابوبکر بغدادی در دادگاه متهم شد که در ربودن زنان ایزدی و بازداشت آنها در خانه با گروه سنی‌های تندروی داعش همکاری کرده است. اسما الکبیسی خودش را قربانی داعش معرفی کرده و اتهامات خود مبنی بر دست داشتن در فعالیت‌های این گروه را رد می‌کند. او در گفتگو با بی بی سی ادعا کرد که سعی داشت از شوهرش بگریزد و هر گونه مشارکت در وحشیگری های داعش را تکذیب کرد. با این حال ایزدی ها علیه او به اتهام مشارکت در ربودن و به بردگی گرفتن دختران ایزدی شکایت کرده و خواستار صدور حکم اعدام برای او شدند. یکی از دختران ایزدی که خواهرش از سوی داعش به اسارت گرفته شده بود در مصاحبه ای رسانه ای تأکید کرد که همسر بغدادی مسئول همه چیز بود. او تأکید کرد که زنان ایزدی هم برای خدمت به او دزدیده می شدند و هم برای خدمت به شوهرش. این زن ایزدی با تأکید بر اینکه شهادت قربانیان دیگر که به خانه هایشان بازگشته اند نیز مشابه داستان خواهر اوست گفت که همسر ابوبکر بغدادی مانند او جنایتکار است. ابوبکر بغدادی با نام اصلی ابراهیم عواد برگی قریشی رهبر خودخوانده گروه داعش مناطقی را در عراق، سوریه، لیبی و افغانستان تصرف کرد. بسیاری از سنی‌های تندرو در سراسر دنیا با او پیمان بستند و در پی آن هزاران نفر از غیر نظامیان به ویژه شیعیان به دست این گروه کشته شدند. در اکتبر 2019 آمریکا از کشته شدن ابوبکر بغدادی در یک حمله شبانه با پهپاد در شمال غرب سوریه خبر داد و اعلام کرد که در آن عملیات رهبر گروه سنی‌های تندروی داعش به همراه چند تن از همسران و نزدیکانش کشته شدند. از دکتر حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای دکتر علیزاده سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای دکتر، تحلیل شما از حکم دادگاه عراق چیه و آیا این اقدام نشان از شکست اسلامی سیاسی سنی های تندروی سلفی تکفیریه؟ بفرمایید. بله، نکته خیلی مهم همین هستش که ما سابقه این تفکر افراطی رو در بیابیم. ابتدا چه بوده که الان این زن، البته هزاران تن هم قربانی این تفکر واپسگرا شدن. ببینید در اوائل قرن 19، قرن 20، اندیشه احیای خلافت توسط جنبش اخوان المسلمین مطرح شد و در میان
برجستگان این جنبش سید قطب آمد و نظریه بازگشت به سلف صالح، از این جهت بهشون میگن سلفی، یعنی در پیشینیان خود رو که به اصطلاح آنها افراد صالح و شایسته بودن رو مطرح کردن و گفتن تمام درد و دهرمان جامعه مسلمانی ما از این هستش که از اون گذشته درخشان خودمون واپس مانده ایم، و برای اینکه برگردیم به اون دوران پرشکوه آنچنانی که او ادعا میکنه، یعنی تفکر اخوان المسلمینی که در اندیشه اهل سنت در مصر شکل گرفت و متاسفانه بعداً توسط فدایان اسلام به ایران هم آمد توسط نواب صفوی، این اندیشه اعتقادش بر این بودش که میبایستی که به اصطلاح از ابزار جهاد استفاده بشود، نه صرفاً به این معنی که مسلمانی علیه کافری بجنگد، بلکه هر مسلمانی، تأکید میکنم هر مسلمانی که اعتقاد به اندیشه آنها ندارد کافر محسوب میشود، و بنابراین حتی به جنگ و ستیز با مسلمانان هم برخواستند. خب در این میان حالا اینها با گروه ایزدی ها که خب فرقه دین خاصی هستند جنگیدند، چه آسیب ها به آنها رسوندند، با شیعیان در ویژه در عراق، شیعیان عراق جنگیدند و در واقع حتی منهدم کردن حرم امامان شیعه رو حتی در برنامه خودشون داشتند، و اساساً تفکرشون این بوده دیگه. حالا در این میان همسر، برگردیم به همسر ابوبکر بغدادی که ام حذیفه، ابوبکر بغدادی خودش مصاحبه‌ای کرده این خانم همین ماه‌های اخیر و به تفصیل آنچه که از همسر خودش دیده بود و جنایاتی که ابوبکر بغدادی کرده او صحبت رو به میان آورده بود، اما هیچ به نقش خودش اشاره نمی‌کرد. بعدنها روشن شدش که خود او هم در این که ایزدی ها رو به کنیزی بگیرن و در اونها رو به بدترین رفتارها رو با اونها داشته باشن نقش داشته. در نهایت میخوام اینطور نتیجه گیری کنم، اندیشه ای که حدود 100 سال پیش در مصر توسط جریان اخوان المسلمین شکل گرفت، امروز قربانیش یک خانومی هستش 45 ساله، پس از 100 سال بعد داره اعدام می شود، به دلیل اینکه اون اندیشه چقدر خوفناک بوده که همینطور آمده قربانی گرفته، هم از ایزدی ها، هم از مسیحیان، هم از شیعیان و هم از گروه های دیگه، الان خود او هم قربانی شده. و این درس بزرگی است برای تاریخ که این گونه اندیشه های سلفی واپسگرای قهقرایی چه بلایی هم میتوانن به سر جامعه بیاورن، هم به سر خودشون، همچنانی که الان این زن هم چندین تن از فرزندان خودش از دست داد، الان هم که محکوم به اعدام شده است. بله، با تشکر از دکتر حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن، که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.